کمیته مجلس نمایندگان در امور امنیت داخلی کشور با حضور ستن کارشناس اطلاعاتی و ضد تروریسم آمریکا از وزارت امنیت داخلی و اف بی آی چگونگی بهره برداری گروه های ترور از رسانه های اجتماعی و اینترنت را برای پخش پیامهایشان مورد بررسی قرار داد. مایکل مکال رئیس کمیته هنگام گشایش جلسه گفت شبکه رسانه های اجتماعی تبدیل به بخشی از دفاتر مرکزی افرادگرایان اسلامی شدند. گسترش تبلیغات آنلاین جهادی ها جبهه جدیدی در مبارزه ما علیه افراد گرایان اسلامی گشوده است ما دیگر با تروریست هایی که در قار زندگی و فقط با یک پیک و قاصد کار میکنن طرف نیستیم ما با دشمنی روبرو هستیم که پیام دعوت به خشونتشان همزمان در اینترنت منتشر و تبلیغ می شود بحث جلسه بر حادثه یه ماه گذشته در شهر گارلند ایالت تگزاس تمرکز داشت که دو شهروند آمریکایی پس از آن که تلاش کردند به یک گرده همایی مسابقه برای ترسیم تصویر پیامبر اسلام حمله کنند در مقابله با گارد محافظ کشته شدند بعدا معلوم شد آنها به دعوت ستیزجویان اسلامی به این کار دست مایکل اشتینبک دستیار مدیر ضد تروریسم اف پی آی گفت یک مطالعه جدید نشان از تاثیر عظیم این تبلیغات بر بینندگان آن دارد آه. شما احتمالا با چندین هزار کاربران اصلی و مبلغانی روبرو رو هستید که پیام ها را ترویج می کند و احتمالا بر اساس این مطالعه حدود پنجاه هزار نفر در منابع آزاد و در توییتر این پیام ها را بارها و بارها تکرار می کنند و شاید دو هزار نفر این پیام ها را دریافت می کنند. کارشناسان اطلاعاتی گویند یکی از بهترین شیوه های دفاعی در برابر تروریسم اینترنتی به مشارکت گذاشتن اطلاعات کشف شده در وب میان سازمان های اطلاعاتی و پلیس است. چنین مشارکتی بود که با هشدار به مجیان قانون در شهر گارلند تگزاس به آنها فرصت داد در برابر حمله آماده شوند و ماه گذشته نیز به خونسا کردن توطعه مشابهی در اریزونا منجر شد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.